قبل از اینکه شروع به نوشتن یک فایل ورد بکنیم، لازم است که یک سری قواعدی رو تنظیم بکنیم که اول از همه کیفیت کارمون بهتر بشه و دوماً در ویرایش کردن فایل ورد راحت تر بشیم. مثلا در صورتی که تمام تیترها فونت شماره 14 رو داشته باشن، اگه بخوایم همه تیترها رو دو شماره بزرگتر بکنیم و فونت 16 رو بهشون بدیم، به راحتی این کار از طریق استایل قابل انجام. خب مثلا متن عادی که تایپ میکنیم روی فایل ورد از استایل نرمال استفاده میشه. مادیفایر رو انتخاب میکنیم برای تغییر دادن این استایل. خب فایل ورد، نرم افزار ورد به طور پیش‌فرض یک فونت خاصی رو برای زبان انگلیسی در نظر گرفت که ترجیح میدیم این فونت تایم نیو رومن باشه. کامپلکس فونت فارسی محسوب میشه. اینجا مثلا میتونیم فونت زر رو بهش اختصاص بدیم، میزانش هم میکنیم 14 و اوکی. خب در صورتی که الان من تایپ کنم اینجا، همونطور که میبینید فونت تایم نیو رومن هست. در صورتی که زبان رو تغییر بدم با شورت کی آلت شیفت، به بیلزر تغییر میکنه و اینجا میتونم به فارسی بنویسم حتما علی هست. خب بریم کمی بیشتر بررسی کنیم که چه قابلیت هایی رو در اختیار قرار میده. در قسمت فرمت پاراگراف رو انتخاب کنیم. هنگامی که یک متن فارسی می نویسیم، از دست راست به چپ این اتفاق باید بیفته که اصطلاحا به وسیله دایرکشن این رو تغییر بده. همونطور که می بینید توی پریویو از چپ وقتی رایت تو لفت رو انتخاب کنیم به دست راست. ایندنتیشن یعنی فاصله گذاری سطر اول هر پاراگراف از اول که 75 سانتی متر مثلا. دو روش داریم که میتونیم پاراگراف ها رو از هم دیگه جدا کنیم. یا یک فاصله ای بین دو پاراگراف قرار میدیم یا از ایندنتیشن استفاده میکنیم. دو تای اینها با هم دیگه کار صحیحی نیست. استفاده هم فاصله بین پاراگراف و هم ایندنتیشن صحیح نیست. باید یا ایندنتیشن باشه یا پاراگراف ها رو از هم کمی فاصله بگیریم. پس don't add space between paragraphs of the same style انتخابش بکنیم. خب نوشت من علی هستم، من علی هستم. اجازه بدید که من اینو ریپیتش کنم. همونطور که نگاه میکنید پاراگراف هامون به طور یک نواخت نیستن، یعنی از آخر به طور یک نواخت کشیده نشد. برای این کار میتونیم از این ابزار استفاده کنیم، justify low مثلا. همونطور که نگاه میکنید به راحتی زیر هم دیگه ردیف شد. اما قرار شد که از ابزارهای اینجا ترجیحاً استفاده نکنیم. میخوایم بریم توی استایل و justify low رو به استایل بدیم. خب کنترل زد میزنیم که به حالت قبلی برگرده. modify paragraph alignment justify low.
همونطور که میبینید همون اتفاق دو مرتبه. برای تیترها از هدینگ استفاده میکنیم. مثلا تیتر میخوایم بنویسیم، هدینگ یک مقدمه، متنش هست هدینگ دو زیر مقدمه. مثلا هدینگ یک این متن رو پیست میزنیم، هدینگ دو یه متن رو دوباره پیست میزنیم. خب همونطور که میبینید هدینگ ها دارم، من عنوان ها رو با استفاده از هدینگ ها انتخاب میکنم. اینکه ما بیاییم فونت این هدینگ ها رو تغییر بدیم، مثلا بی تیتر گاهن نیاز داریم که مثلا بنویسیم یک فصل اول، زیر فصل اول بشه یک خط تیره یک. این کار رو با استفاده از مالتی لیول لیست انجام میدیم. خب کار به مالتی لیول لیست ها این گونه هست که لول یک دو سه چهار داریم تا به پایین. مثلا لول یک میشه فصل اولمون، اینو میدیم به هدینگ یک، هدینگ دو، هدینگ سه و الی آخر هدینگ چهار. لول یک گفتیم که یک باش، یک خط تیر. لول دو میگیم نمبر استایل، عدد باش. خط تیره، خط تیره. اینکلود لول نمبر فرام لول 1 3 عدد باش. include from level 2 include number from level 1 و الی آخر. این کار رو میتونیم انجام بدیم تا پایین. follow number with که بعد از این نمبره چی باشه؟ tab character space nothing، nothing رو انتخاب کنیم پا میچه نباشه و تمام. الان اوکی رو که بزنیم اعداد اینجا ظاهر میشه. همونطور که دیدید یک 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 مقدمه، زیر فصلش
دو لیول است. شما هدینگ شماره سه هست. هدینگ شماره سه هم فونتش رو میتونیم ویرایش کنیم. تایم این هم از هدینگ شماره سه زیر فصل اول و الی آخر.